اما ما که در مصر حفظ کردیم، نکته هایی رو ما یادداشت کردیم در ارتباط با حفظ. ابتداءً گرفتن تصمیم جدی است. هر کسی که میخواد حفظ بکنه تصمیم جدی داشته باشه که من قرآن حفظ میکنم. یعنی تصمیم ساده نمیشه که من قرآن حفظ میکنم یک روز که درست حفظ کرده باز پس او رو ترک بکنم. نه، تصمیم جدی در ابتدا تصاتید مسلم میگیره. لازم تاخذ التصمیم فی الاول، یعنی در اول باید تصمیم جدی گرفته. فی الثانی چی میگن؟ که میگه شما جواب قانع کننده داشته باشین برای مردم که شما سوال میکنن چرا حفظ کردی قرآن. مثل خواهرم گفتم سعید که والدین با من همکاری کردن، جو سازی کردن، بستر سازی کردن، زمینه فراهم کردن، اما یک عشق علاقه مندی خودم هستم. من احساس مسئولیت دینی شرعی اسلامی کردیم، با خود با نفس خود صحبت کردیم، از ما خود خانه ساختیم و میتونم که مردم با این سخنای خود خانه بسازم که مردم دل زده نشن که حفظ بحث مشکل است که تو میتونی حفظ کنی. فی الثالث القراءه صحیحه، یعنی قرائت ببین چقدر مهم است. زمان که تصمیم گرفته میشه جواب قانع کننده داری، بعدش که شروع میکنی باید قرائت صحیحه شروع بکنی، نه قرائت عفوی، یعنی با تمام ضوابط باید قرآن چی کنی؟ حفظ کنی و بر اساس قوانینی که در حفظ است او رو باید مراعات بکنی. فالرابع یعنی تستفید من مصحف واحد، یعنی شما استفاده کنید از یک قرآن، چون چاپای قرآن زیاد است، مختلف است. از هر قرآنی که شما در ابتدا او را نگاه میکنید به قرآن، ببینید که هر کدام به سبب حفظ خودت خوب باشه. حالا ما فکر میکنم که بهترش عموز که عمو قرآن صفحه تمام است که من حفظ میکنم و مرواج از هر جای قرآن صفحه تمام خیلی مهم است که صفحه تمام باشه، بهتر است به حافظ. زمانی که آیه تمام میشه مطلب بعدی که در صفحه بعدی شروع میشه کاملا باش مشخص میشه. اگر سر صفحه حفظ شد تا آخر سفر میتونه با سهولت قرائت بکنه. لذا یک مشکل عمده که در افغانستان است با قرآن صفحه تمام بسیار کم عادت دارن، یک مشکل عمده ای است. در پنجمش میگه که تسمع لکبار القراء، یعنی شنیدن از قاری های بزرگ. زمانی که شما مین قرآن انتخاب کردین، قرائت صحیح انتخاب کردین و شنیدن هم ضروره در بخش حفظ، باید شنیده شده، یعنی از اساتید بزرگ امثال استاد مرحوم خلیل حسری که بنیان گذار حالا بگویم در ترتیب بوده در عصر قاریان و استاد محمد صدیق المنشاوی و استاد مرحوم عبدالواسط. گرچه یک دوستان میان از دوی شما تقریب میکنم به شما معلوم است بیشتر از حفاظ من کوشش میکنم بیشتر اوقات کنه شما اگر قرار باشه بود سش شما تلاوت های استاد خلیل حسری باشه، استاد منشاوی، استاد عبدالواسط باشه که ترتیل ما او حد نیست، گرچه که الحمدلله تایید الازهر است از ما در سطح بین المللی. اما یعنی منبع و مرجع که از او باید تلاوت گوش شده او چی باشه؟ مؤید باشه و تایید شده باشه، او خیلی مهم است. و در ششم میگه که تقسیم اوقات بسیار مهم است، یعنی شما تقسیم اوقات باید برید که در ایام روز یا در اوقات مختلفی که فرصت داری در کدام تقسیم اوقات باید او را اجرا بکنی، یعنی گدوات تقسیم اوقات نشه. ببین شما زمانی که مکتب میرین در یک تای مکتب میرین، مکتبت جور نکرده که امروز در یک هفته اگر آمدی یا ساعت نو بیم مثال برد میتونم کسایی که ساعت هفت هستن بگه در یک هفته ساعت نو بیم در دیگهش با ساعت هفت کنیم اشکال ندارن، چون یک روشش از تقسیم اوقات ترتیب دادن میشه و ساعت معین با کتب معین چی میشه؟ تعیین شده. لذا شما میگه در بحث ای که پس دوباره مراجعه میکنه قرآن باید وقت معین داشته باشه، یعنی گردان میگیم آمیانه که مردم بفهمن حفاظ عزیز ما، و وقت حفظ شما و وقت شنیدن شما مشخص باشه که در کدام تایم بشنوید هیچ امکان نداره که سیده دیگه وقت انجام بدید، لذا باید تقسیم اوقات باشه. و فی السابع یعنی خواندن خود آیه آیه قرآن است که مهم است. بعض اوقات آیه فقط یک مرور میشه باز حفظ میشه، نه نباید مرور شه، باید با تعمق به طرف آیه نگاه کرده از خود قرآن باز میشه قبل از اینکه حفظ میشه. خب نگاه کرده با آیه قرآن با کلمات قرآن به خاطر اینکه اشتباه حفظ نشه، یعنی فتحه کسرا نشه کسرا فتحه نشه. از یک ضروریات است که چند چیز اونا بیان کردن که زمانی که نفر میخواد حفظ بکنه و روش حفظ صحیح باشه و او زحمات را که میکشه در آینده بتونه حفظ خود نگهداری بکنه. ما خودم به مدت 2 سال 4 ماه 2 سال پایمون قرآن حفظ کردم، یعنی لطف مرحمت الهی شدن در مصر. اما امو صفحه را که قرار بود که ما به شیخ بگذرانم، شیخ عبدالله میگفتن
خداوند وجودشان حفظ کنه، در الازهر است، در خود مسجد الازهر می باشن. ما پیش از او شروع کردم، چهار جزا پیش خود حفظ کردم از طریق نوارا و قصه های استاد محمد صدیق منشایی و استاد خلیل حسنی. زمان کجا رفتم؟ گفتم نه، بدون از این نمیشه، باید قرآن چی باشه؟ اقراشا، یعنی با دیگرا و استاد شنوانده شد. پس دوباره از پیش استاد که رفتم گفت نه، روش را که داری کمک تغییر بده. حالا این بس از این شد که آمد گفت صفحه را انت تا خود در صفحه، یعنی شما یک صفحه درس میگیری. من گفتم من یک صفحه میخوام درس بگیرم. گفت یک صفحه درس میگیری، اما کوشش کنی در یک صفحه یک اشتباه نباشه، یعنی در یک جز باید سه اشتباه باشه. لذا اوتو نبوده در افغانستان یک مشکل عمده عزیز که میگه مشکل نداره، ولو در یک جز خوانی 10-15 اشتباه بود مشکل نیست، بشه اتایی که حفظ کنیم که بریم دستاربندی شوه که نمایش بتیم به مردم که ای دار الحفاظ یا این مکان یا این مجموع قرآنی ای قدر چی داد؟ حافظ تربیه کرد و فارغ داد. لذا اوجه او رقم نیست. شما میگه یک جزء اگر قرار شود صحیح به قرآت صحیح به ترتیل پس مشنوه دوباره ازد ایجا به حضر مشنوه، اوجه حضر نمشنوه، یعنی قرآن با ترتیل حفظ کن، با ترتیل پس دوباره بشنوه. اگر استعداد خوب در دو سال حفظ کردی، اگر یعنی مغزت و اوقاتت بیشتر بشه در یک سال بجای حفظ کنه، شاید بجای در چهار سال حفظ کنه. میگه مهم اهم شی میگه پیش مویه که حفظ صحیح باشه، مهم وقتش نیست. شما در یک سال باید کل قرآن برای حفظ کنی ضروری، شما باید در شش ماه قرآن برای حفظ کنی ضروری. لذا هدف از این که ما در برنامه درسی خود و تدریسی خود در اماکن و دارالحفاظا اگر کوشش شود که یک روش خاص این شود و قبل از او نخبه پروری شود، چون تمام حافظه به یک حد مستوا نیست. انسان از بدن فیزیکی با هم متفاوت شکل درشه نیست، از حافظه معنی مطلب است. حالا اینا تو قرار نگذارن که حتما شما مثلا تا یک سال قرآن حفظ کنید، ما الان سال ما دستار بندی داریم. لذا اونو قاری مشکلش به این میشه که یک قاری قراره بره حفظ بکنه، تنها 5 سال حفظ در بر میگیره، 2 سال حفظ کرده 3 سال قرآن پخته میکنه، 3 سال میشه تا قرآن پخته شه. لذا این در حقیقت ما فکر میکنیم که وقت ضایع کردن است. منظورم از وقت ضایع کردن از این است که قرآن خوبتر در ابتدا حفظ بکنم، برم دنبال دیگر علوم قرآنی، بحث روش صوت الان داریم و بحث اختلاف قرآن داریم، مفاهیم قرآنی داریم. لذا وقت فرصت زیاد است، نباید تمام فرصت 5 سال یا 6 سال خود اینا صرف ازی بکنن که حفظ بکنن و در اخیرم اگر 3 ماه از اون مراجعه نکنن و گردان نکنن دوباره او حفظ فراموش شد. بسیار جناب استفاده کردیم.